سلام و درود دوستان عزیز، بسیار خرسندیم که با درس جدیدی از مجموع دروس ارزشمند انگلیسی مثل آب خوردن در خدمتتونیم. تو این کلیپ آموزشی میخوایم راجع به کلمات پرسشی هو، هوم و هوز مفصل یاد بگیریم و تفاوتشون رو کاملا درک کنیم، البته با ذکر توضیحات و مثالهایی که خواهیم دید. ببینید دوستان، هدف همه ما تقویت و رشد دانش زبانی شماست. با توجه به اینکه تایم این کلیپ محدوده و مثالها هم محدودن، بهتر اینه که با تمرین و تکرار و با گوش سپاری دقیق به محتوای این کلیپ و همچنین نوشتن نمونه ها در قسمت کامنت، ما و خودتون رو خاطر جمع کنید از یادگیری کاملتون. و نکته دیگه، برای اینکه در جریان تازه ترین درس های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن قرار بگیرید، به خاطر داشته باشید که کانال رو سابسکرایب یا فالو کنید تا از نفرات نخستی باشید که به کلیپ های آموزشی دسترسی پیدا می کنن و از اونها در یادگیری بهتر و موثرتر بهره ببرید. بریم سراغ هو، هوم و هوز. در ابتدا لازمه که حالات فاعلی، مفعولی و مالکیت رو با هم بررسی کنیم. حالت فاعلی یا سابجکت. اصولاً فاعل کیه؟ کسی که کار رو انجام میده. کننده کار در جمله رو ما میگیم فاعل. به این مثال ها دقت کنید. He loves movies. He loves movies. او فیلم دوست داره. در اینجا هی فاعله و کسی که فیلم رو دوست داره. He loves movies. He loves movies. She goes to school. She goes to school. او به مدرسه میره. در اینجا شی فاعل است که فعل رفتن به مدرسه رو انجام میده. She goes to school. She goes to school. We enjoy Chinese food. We enjoy Chinese food. ما از غذای چینی لذت میبریم. We فاعل است که لذت بردن از غذای چینی رو تجربه میکنه. We enjoy Chinese food. We enjoy Chinese food. دوستان، این جملات رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا بخونید تا مفهوم کاملا تعمیق بشه در ذهن شما. و اما حالت مفعولی یا آبجکت. منظور از مفعول کسی یا چیزیه که کار روش انجام میشه. به مثال ها توجه کنید. در اینجا him, her و us بیانگر حالت مفعولی اند. The teachers like him. The teachers like him. معلم ها دوستش دارن. The teachers like him. The teachers like him. Thomas knows her. Thomas knows her. Thomas او رو میشناسه. Thomas knows her. Thomas knows her. The actor smiled at us. The actor smiled at us. هنرپیشه به ما لبخند زد. The actor smiled at us. The actor smiled at us.
این جملات رو دوستان در قسمت کامنت بنویسید و حتماً حتماً تمرین کنید لطفاً. حالت مالکیت به ما میگه که چه چیزی مال چه کسیه. مثال ها رو دقت کنید. در این جملات his, her و our مالکیت رو میرسونن. His bike is broken. His bike is broken. دوچرخه‌اش شکسته. His bike is broken. His bike is broken. I like her new book. I like her new book. من کتاب جدیدش رو دوست دارم. I like her new book. I like her new book. The teacher graded our homework. The teacher graded our homework. معلم تکالیف ما رو نمره داد. The teacher graded our homework. The teacher graded our homework. حالا ما می‌پردازیم به کاربرد who, whom و whose. دوستان who ضمیر فاعلی است. Who is a subject pronoun. زمانی که می‌خوایم بگیم چه کسی، کی یا فاعل کیه از who استفاده می‌کنیم. پاسخش هم می‌تونه ضمیر فاعلی یا اسم افراد باشه. من، تو، او، ماها، تقی، نقی یا هر کس دیگه‌ای. مثال‌ها رو ببینید لطفاً. Who made the birthday cake? Who made the birthday cake? چه کسی کیک تولد رو درست کرد؟ Who made the birthday cake? Who made the birthday cake? Who is in the kitchen? Who is in the kitchen? کی تو آشپزخونه است؟ Who is in the kitchen? Who is in the kitchen? Who is going to do the dishes? Who is going to do the dishes? کی میره ظرفا رو بشوره؟ Who is going to do the dishes? Who is going to do the dishes? در مورد whom لازمه بتونیم که ضمیر مفعولیه. Whom is an object pronoun. و کاربردش برای زمانی است که میخوایم بگیم چه کسی را، کی را و مفعول کیه. پاسخ من را، او را، علی را و افراد دیگری را. مثال ها را دقت کنید لطفاً. Whom are you going to invite? Whom are you going to invite? قصد داری چه کسی رو دعوت کنی؟ Whom are you going to invite? Whom are you going to invite? Whom did he blame for the accident? Whom did he blame for the accident? او چه کسی رو برای تصادف سرزنش کرد؟ اون کسی که مورد سرزنش واقع شده کیه؟ Whom did he blame for the accident?
Whom did he blame for the accident? Whom did he hire to do the job? Whom did he hire to do the job? او چه کسی رو برای انجام کار استخدام کرد؟ Whom did he hire to do the job? Whom did he hire to do the job? دوستان باز هم تأکید می‌کنیم نوشتن نمونه‌ها و مثال‌ها در قسمت کامنت بسیار ضروری و مهم است و حتماً این نکته رو به خاطر داشته باشید. و موهوز ضمیر مالکیت چه کسی است؟ یعنی مال چه کسی؟ مالکی؟ Whose camera is this? Whose camera is this? این دوربین مال کیه؟ Whose camera is this? Whose camera is this? Whose dog is barking outside? Whose dog is barking outside? سگ کیه که داره واق واق میکنه بیرون؟ Whose dog is barking outside? Whose dog is barking outside? Whose cell phone keep ringing? Whose cell phone keep ringing? موبایل کیه که هی داره زنگ میزنه؟ Whose cell phone keep ringing? Whose cell phone keep ringing? خدا قوت، آفرین به تلاش شما در یادگیری. این تلاش و پشتکار به ما هم انگیزه میده تا هرچه بهتر و با توان مضاعف در خدمتتون باشیم. باز هم یادآوری میکنیم که جملات این کلیپ رو در قسمت کامنت بنویسید و بسیار تمرین کنید تا کاملا به نکات مطرح شده در این کلیپ مسلط شید. ازتون میخوام که جملات و سوالاتی رو در مورد موضوع این کلیپ با ذهن خلاق خودتون بنویسید تا هرچه موفق تر باشید و اونها رو با ما هم در میان بگذارید. سپاس از همراهی و حمایت شما عزیزان. ویدیوها رو به اشتراک بگذارید، کانال رو دنبال کنید و اون رو به دیگران هم معرفی کنید. شب و روز شما خوش.